در جلسه قبل ما یاد گرفتیم که چطور میتونیم تغییرات رو توی فایل های صوتی خودمون ایجاد کنیم. همینطور با پنل صند آشنا شدیم، بیشتر با پنل هامون کار کردیم. توی این جلسه میخوایم بیشتر با این پنل ها و کاربورد هایی که توی مالتی ترک وجود داره آشنا بشیم. ببینیم مثلا اگه من الان بخوام صدای خودم رو زیاد کنم، ولوم رو زیاد کنم، چیکار میتونم بکنم؟ مثلا میتونم روی این قسمت بیام و اون رو افزایش بدم. مثلا اون رو سلو هم میکنیم که فقط هم رو بشنویم. میتونم بیشترش کنم. یا اینکه نه، میتونم وارد میکسرم بشم، میز میکسرم بشم و از اینجا اون رو تغییر بدم. ببینید؟ همه این حالا کاری که میخوایم بکنیم و ولومی که بهش بدیم بستگی به نوع کار خودمون داره. حالا یه کار دیگه من میتونم انجام بدم. اگر من یکی از فایل صوتی خودم رو مثلا سولو کنم و پلی کنم، شما میبینید که میتونم صدا رو کم و زیاد کنم. خب یکیش از طریق ولوم بود، یکیش از طریق میکسر بود و یکیش از طریق این خطهایی که در اینجا وجود داره. این خط زردی که اینجا وجود داره مربوط به ولومه و این خطی که در پایین وجود داره آبی رنگه مربوط به پنه. من میتونم با استفاده از ولوم صدا رو زیاد و کم کنم. مثلا اگه من پلی رو بزنم، میبینید؟ نکته ای که اینجا وجود داره شما توی این قسمت تغییرش رو نمیبینید، ولی من زمانی که اینو دارم بالا پایین میکنم ولوم خودم رو، دسیبلش رو دارم توی این قسمت، توی قسمت پایین میبینم کاملا که کجا میره. خب چه زمان ما میایم از این استفاده میکنیم؟ شاید شما بگید خب ما الان ولوم رو داریم، میز میکسر هم داریم، برای چه باید این کار رو انجام بدیم؟ ممکنه که من دو تا فایل صوتی رو توی یه دونه ترک داشته باشم و بخوام حالا یکیشون زیاد باشه یکیشون کم باشه و با استفاده از این خطوط میتونم ازش استفاده کنم. اگه شما این خطهای زرد و آبی رو نمیبینید، کلیک راست کنید و مطمئن بشید که اینجا هیچ کدوم از اینها فعال نیستن. اگه فعال نباشن شما اینا رو کاملا مشاهده میکنید. دیگه من چی کار میتونم بکنم؟ من میتونم اینو همونطور که میبینید پایین و بالا ببرم. میتونم روش کلیک کنم. زمانی که روش کلیک میکنم یه سری کی فریم به من نشون میده که حالا من میتونم مثلا این رو یه چند تا کیفریم ایجاد کنم و تغییرات خودم رو توش اعمال کنم. مثلا اینو بیارم بالا، اینو بیارم پایین. کار مختلف میتونم بکنم. با توجه به اون صدایی که دارم میتونم تغییرات خودم رو اعمال کنم. ممکنه که حالا من توی این فایل صوتی بخوام این تغییرات رو اعمال کنم، توی فایل صوتی دیگه تغییرات دیگه رو اعمال کنم. حالا من روش کلیک میکنم. شما کاملا دارین میبینید که چقدر تغییر کرد و صدای من رو چقدر قشنگ میتونه کم و زیاد بکنه. ببینید توی این قسمت ما چند تا نکته داریم. اینکه من میتونم کلیک راست انجام بدم، این یک هولد کی فریم ایجاد کنم. هولد کی فریم یعنی چی؟ الان من این رو زدم، هولد کی فریم رو فعال کردم. ببینید این قبلا به صورت صاف نبود. هولد کی فریم میاد لول من رو تا کی فریم بعدی ثابت نگه میداره. بذاریم مثلا من این یکی رو بزنم، اینو اگه هولد کی فریم بزنم یا کنی ثابت نگه داشت، بعد یهو اومد پایین. حالا اگه من دوباره کلیک کنم و اسپلین رو انتخاب کنم، میاد برای من خطم رو به صورت منحنی در میاره. تمام این خطوطی که من دارم رو کاملا به صورت منحنی به من نشون میده. چون تیکشو بردارم، بعد زمانی که تیکشو بردارم به حالت اولیه برمیگرده. اگه کلیک راست کنم و این رو انتخاب کنم، داره میگه دیلیت کنید. این قسمت دیلیت میکنه اون کی فریم من رو، اینی که من ایجاد کرده بودم رو دیلیت میکنه. و در نهایت اگر شما سلکت آل کی فریم رو انتخاب کنید، همه اونها رو برای شما انتخاب میکنه. دیلیت بزنید و تمام کی فریم های خودتون رو پاک کنید. خب این خط ما، خط ولوم ما بود. خط پایینیمون چیه؟ خط پن هستش که حالا باش کار میکنیم. مثلا همونطور که شما توی ولوم
کارهاتون رو انجام دادین، میتونستین کی فریم تعریف کنین، توی پن هم همین کار میتونین بکنین. یعنی اون رو میتونین تغییر بدین، بالا ببرین، پایین بیارین، توش کی فریم های ایجاد کنین، کی فریم هاتون رو تغییر بدین، مثلا بالا ببرین، پایین بیارین، و تماما همون کارهایی رو که توی ولوم انجام دادیم توی اینجا هم میتونیم انجام بدیم. چون اگر من کلیک راست کنم، هولد کی فریم دارم، اسپلاین دارم، دیلیت دارم و سلکت آل کی فریم. ببینید الان من روی این حالا فایل صوتیم، اگر پلی کنم شما قشنگ تغییرات رو میبینید. ببین تغییرات الان روی کانال لفتم هست، ولی الان که روی رایت قرار دادیم هیچ تغییری نمیکنه. همون نکات رو شما میتونید توی اینجا هم داشته باشین. من میتونم روی کی فریم من بیام سلکت آل کنم و همه رو دیلیت بزنم تا به حالت اولی هم برگرده. ببینید اگر من اینو حالا بخوام روی حالت صفر بذارم که دیگه لفت نباشه و پلی کنم، راحت تر میتونم تغییرات رو بهتون نشون بدم، چون الان هر دوتا کانال من فعال هستن. اگه دقت کنین دفعه پیش که ما اینها رو گوش میدادیم، کانال رایت چون وجود نداشت هیچ تغییراتی رو توش اعمال برای ما نمیکرد. این دوباره به حالت اولش من برمیگردونم. حالا اگر من بیام به قسمت سند برم، شما تو اینجا دارین چی میبینین؟ همین سند رو مشاهده میکنین، که البته این نکته ای که وجود داره اینه که ما تا 16 تا مورد رو میتونیم سند کنیم و اینو هر چقدر شما پایین بیان اونا رو میبینید که ما 16 تا سند داریم. شما میبینید که پایین سن یه قسمتی هست به نام رید. اگر من این علامت کناریش رو بزنم برای من یک خطی رو نشون میده. اینو بزنیم به حالت اولیه برگردونم، اینا رو انتخاب میکنم و دیلیت میکنم. این خطی که به من نشون میده چی هستش؟ ولومه. ما زمانی که این رید رو باز میکنیم دو تا قسمت وجود داره، شو این ولوم و سلکت. من شو این ولوم رو بزنم میبینیم که قسمت زیادی وجود داره، من میتونم اون رو انتخاب کنم. مثلا اینجا ولوم هست، میتونم پن رو انتخاب کنم که پنم توی این قسمت وجود داشت. و زمانی که خب من هر کدوم از اینا رو تغییر میدم، ببینید میبینید این بالا تغییر صورت میگیره، ولومم رو میتونم بالا پایین کنم و تماما هر کاری که انجام میدم اینجا برای من اون کار رو نمایش میده. من مثلا ولومم رو انتخاب میکنم و الان ما دو مورد رو فعال کردیم و دو مورد اینجا برای من فعال شد. من میتونم پلی بزنم و از اینجا صدای ولومم رو تغییر بدم، یا فرقی ندارن میتونم پنم رو تغییر بدم، پس دیگه به کاری داره که شما میخواین انجام بدید. ببینید که توی این قسمت پایین یه سری علامت ها وجود داره. خب اینا چی هستن؟ ببینید این نشون دهنده نکست کی فریمه، یعنی روی کی فریم بعدی میره. من اینجا چند تا کی فریم داشته باشم و اونها رو انتخاب کنم، مثلا اگه اینجا باشم میتونم روی کی فریم بعدی برم. این علامت داره به من ایجاد یک کی فریم رو نشون میده. زمانی که من این رو بزنم میتونم یک کی فریم ایجاد کنم. یه مقدار جلوتر میرم و اینو میزنم، میبینید که برای من یک کی فریم ایجاد کرد. همونطور که بهتون گفتم این هم نشون دهنده اینه که میتونیم برگردیم. با استفاده از این قسمت من میتونم تمام کی فریم هامون رو پاک کنم. و این قسمت آخر داره به من میگه که احتمال داره شما یه چیزایی اینجا تغییر بدین، این جلوگیری میکنه از این کار. خب ما همه اینا توضیح دادیم، هنوز سراغ رید نرفتیم. رید چی کار میکنه؟ رید به معنی اینه که مطالب رو برای شما میخونه و اونها رو اجرا میکنه. میبینید که یه سری مطالب دیگه هم وجود داره، مثلا آف هست اینجا، رایت داریم، لچ داریم، تاچ داریم و میتونیم از اینها استفاده کنیم. اگر من روی آف کلیک کنم میبینید که دیگه هیچ کدوم از اونها فعال نیستن و در واقع انولپ ما میاد غیر فعال میشه. اگر رایت رو من انتخاب کنم چه اتفاقی میفته؟ اگر من رایت رو انتخاب کنم و در حین کار من بیام و تغییراتی رو ایجاد کنم برای ولومم، و بعد حالت استوپ رو میذارم، ببینید که در نهایت به حالت تاچ میرسه. لچ هم داره یک سری کپچر به ما میده، ولی تا زمانی که ما نخواهیم اون رو برای ما اعمال نمیکنه. تا اینجا ما با رید و رایت رو اینها هم آشنا شدیم. پس توی این قسمت چی یاد گرفتیم؟ توی این قسمت یاد گرفتیم که چطور میتونیم از طریق مختلف تغییرات مختلفی روی
فایل صوتی خودمون ایجاد کنیم و یا اینکه میتونیم حتی این کارها رو آف کنیم، اونها رو رایت کنیم یا حالتهای مختلفی براش در نظر بگیریم. در جلسه بعد من میخوام شما رو با میک روی سی دی توی نرم افزار ادوبی ادیشن آشنا کنم.